زهرا زرعم پشت ندارد. همه میگن علی میخواد پشت به لشگر نکنه، زرش پشت نداره. نه فاطمه زرعم پشت ندارد، آخه به تو پشتم گرمه. بی زره بعد تو با خس ندانم چه کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز، با دومین برنامه بزرگترین بانو خدمت استاد محترم جناب آقای شیخزاده هستیم. خدمتتون عرض کنیم که در جلسه گذشته راجع به اهمیت نقش حضرت زهرا سلام علیها بعد از شهادت پیامبر اکرم صحبت کردیم. بله. این جلسه میخواییم پیرامون و نقش حضرت زهرا بیشتر این بحث رو باز بکنیم و اهمیت بیعت یا بیعت نکردن ایشون در اون زمان و بررسی هایی که در کتاب های اهل سنت هست بیشتر برام بفرمایید. بله. عرض کنم که جلسه قبل راجع به همین جهت صحبت شد که در کتب شیعه و سنی در بین روایت های اهل سنت و روایت های شیعی حضرت زهرا به عنوان سیدت و نساء اهل الجنه مطرح هست. فکر میکنم در جلسه قبل یکی دو آدرس هم خوندم در این زمینه. بد نیست برای اینکه مطلب بیشتر باز بشه من یکی روایت دیگه هم در این زمینه براتون بخونم که بیشتر مطلب جا افتاده تر بشه در ذهن همه بینندگان محترمتون. خوب دقت بفرمایید. این روایت را جناب حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک آورده. مستحضر باز هستید که کتاب مستدرک استدراکاتی است که بر دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم شده. ببینید استدراک به چه معناست. گاهی مؤلف با یک دید خاصی یک سری روایات رو در کتابش جمع میکنه، مثلا آی بخاری یا آی مسلم با یک شرایط خاصی با یک ویژگی خاصی دسته روایات رو جمع آوری میکنه. این مربوط به اون روایاتی است که باهاش برخورد کرده. بعد از سالهایی یا آی دیگه ای میاد و یک سری روایت های دیگه ای را ایشون میبینه، پیدا میکنه که چه بسا از دید اون مؤلف اول پوشیده شده بوده و این آقای مؤلف دوم بر اساس همون دید مؤلف اول با همون شرایطی که اون آقا در جمع روایات مورد نظرش بود اون روایات را هم ضمیمه می کند. اینو میگیم استدراک. کتابی دارد حاکم نیشابوری به نام مستدرکون علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین، روایت هایی که با همون شرایط سابق تو نظر بخاری و مسلم هست ایشون جمع آوری کرده که اونها نیاوردن. خب یکی دیگه از اون روایت ها، میخوام مطلب بیشتر جا بیفته، این روایت هست که حاکم از قول حذیفه نقل میکند که حذیفه میگوید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نزل ملک من السماء، یه روزی یه ملکی یه فرشته ای از آسمان نازل شد بر من، فاستأذن الله ان یسلم علی، از خدای متعال اجازه خواست که من برم خدمت پیغمبر و سلام کنم خدمت پیغمبر. خب آمد سلام کرد، حالا سلام خدا را آورده یا خودش سلام کرده فرق نمی کنه. بعد در ادامه سلامی که بر من فرستاد، فبشرنی ان فاطمه سیدت نساء اهل الجنه، سیدت نساء اهل الجنه، به من بشارت داد که یا رسول الله بشارت باد شما را. همین بشارت باد شما را این نشون میده که یه مطلب بسیار مهمی است.
اون مطلب چیه؟ این که فاطمه دختر شما سیده زنان اهل بهشت است. این روایت را در کتاب مستدرک حاکم جلد سوم صفحه 151 شما و بینندگان محترم میتونید دنبال کنید و ببینید. اینم یک روایت که به عنوان یک بشارت از جانب پروردگار آمده که حضرت زهرا در آینده، یعنی روز قیامت، بعد از شهادتشون، بعد از دنیا رفتنشون، به عنوان برترین زنان بهشت معرفی شدن. ببینید یه نکته رو خوب دقت کنید. یه وقتی که پیغمبر فضیلتی رو از حضرت زهرا در همون زمان حیاتشون نقل میکنن، مثلا ان احب اهلی الی فاطمه، محبوب ترین خاندانم در نزد من فاطمه زهراست. یه کسی ممکن است بگه که خب این فضیلت مربوط به زمان حیات پیغمبر است. چه بسا مثلا همین شخص، مثلا حضرت زهرا، یه وقایعی اتفاق بیفتد، از اون محبوبیت بیفتد، چه بسا مبغوزم بشد. از این دست روایات نمیخوایم استفاده کنیم و از این دست فضائل. میخوایم از فضائلی صحبت کنیم به زبان پیغمبر، همون پیغمبری که قرآن راجبه ایشون فرموده که لا ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این حواشی مطلب باید تو ذهنتون باشه. پیغمبر اگه داره تمجید دخترش را میکند، تعریف دخترش را میکند، نه صرفا به عنوانی که او دختر من است و من پدر او هستم و محبت پدری و دختری است، نه اینجوری نیست. لا ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیغمبر ما دارد تعریف حضرت زهرا، اونم به تعبیر اینکه خدا بشارت داده و فرشته این بشارت را آورده از آسمان. پس اصل مطلب مال خداست. پیغمبر فرموده که او سیده زنان اهل بهشت است، یعنی از فضیلتی داریم صحبت میکنیم که مربوط به آینده است. کسی نگه مربوط به اون زمان بوده، بعدن ممکنه عوض شده باشد. این نکته رو دقت کنید. حضرت زهرا کسی است که نسبت به آینده، روز قیامت، به عنوان برترین است. جایگاه او بهشت است. نستجیر بالله، اگر حضرت زهرا سلام الله علیها بی ایمان از دنیا رفته باشد که دیگه تو بهشت نمیرد. اگر بدون ایمان خدای ناکرده از دنیا رفته باشند که جایگاهشون بهشت نیست. حتی تعبیر روایت، تعبیرهای دیگه دارم میخونم، هی دارم روایاتی از کتب اهل سنت اضافه میکنم که شما مطمئن باشید به این که مطلب جا افتاده است تو کتب معتبره اهل سنت. پیغمبر خدا فرمود فاطمه جان، اول من لحق بی، اول کسی که بعد از من به من ملحق میشود تو هستی. قضیهشو خب میدونید، در بستر شهادت بود پیغمبر خدا. حضرت زهرا خیلی بیتابی میکرد، بالاخره تنها دختر پیغمبر است، پدری مثل پیغمبر رو داره از دست میدهد، خیلی بیتابی میکرد. پیغمبر خدا دخترش رو صدا زدن، فاطمه جان بیا نزدیک. سرش مبارکش رو حضرت زهرا کنار گوش پیغمبر قرار داد. یه چیزی پیغمبر در گوش حضرت زهرا فرمود، یه وقت دیدن حال حضرت زهرا منقلب شد، به صورتی که اون گریه ها تبدیل به یه لبخند ملیحی شد. عجیب اینه که این روایت رو وقتی که نقل میکنن از زبان عایشه نقل میکنن. عایشه حاضر در جلسه بوده و خودش میگه که من اونجا نتونستم سوال کنم که قضیه چی بود، پیغمبر چی فرمود که شما حالتون از اون حال انقلاب و بیتابی برگشت و به حال نسبتاً خوشنودی منقلب شد. بعدها سوال کردم از حضرت زهرا که قضیه چی بود، فرمود اون موقع پدرم به من فرمود که یا فاطمه بیتابی نکن، تو اول کسی هستی از خاندانم که به من ملحق میشوی، اول من لحق بی، که البته روایاتش در اینجا هم هست. من لازم باشه یکی دو نمونش رو شاید الان اگر که جلوی چشمم بیاد براتون میخونم و میبینید که این مطلب هست. مثلا این
قسمت را که بخاری نقل کرده، صحیح بخاری و صحیح مسلم، که پیغمبر خدا فرمود که ان جبرئیل کان یعارضن القرآن کل سنت مره. پیغمبر خدا فرمود که جبرئیل هر سال یک نوبت قرآن را بر من نازل می کند در شب قدر. انا انزلناه فی لیلت القدر و انه عارضن العام مرتین، اما امسال به خصوص دو نوبت قرآن را بر من نازل کرده. ولا اراه الا حذر اجلی، من این دو نوبت بودن، دو نوبت نازل شدن قرآن را در امسال نمیدانم مگر اینکه خبر از مرگ من است. یعنی خود این علامتی است بر مرگ من. درست شد؟ فإنک، این خطاب به کیست؟ این جمله خطاب به حضرت زهرا. فإنک اول اهل بیتی لحاقا بی، تو اول کسی هستی که به من ملحق میشی. شاهدم اینه که حضرت زهرا باید یک جایگاهی از نظر ایمان داشته باشند که اول کسی که به پیغمبر ملحق می شود. پیغمبر وقتی از این دنیا می رود، شهید می شود، کجا می رود؟ در غیر بهشت، در غیر بالاترین درجات بهشتی. حضرت زهرا ملحق به پیغمبر می شود، پس باید جایگاه حضرت زهرا هم بالاترین درجات عالیه بهشتی باشد. که این روایت را هم عرض میکنم کنز الامال نقل کرده، عرض میکنم متقی هندی در جلد 13 صفحه 677 و 678، که البته کنز الامال از بخاری و مسلم نقل کرده. حالا حرفم اینه، این مجموعه روایت هایی که خوندیم مقدمه اول ما را به اصطلاح درست میکند که حضرت زهرا یک زن معمولی نیست، یک عرض میکنم صحابی معمولی نیست. او کسی است که قرار است بالاترین درجات را در بهشت داشته باشد. پس بنابر این روی نظرات حضرت زهرا بعد از پیغمبر باید حساب باز کرد. چرا؟ چون بیعت کردن یا نکردن ایشون نشانه ایمان است. هر کاری حضرت زهرا کرده باشد، خواه نخواه وقتی از دنیا رفته با بالاترین درجات ایمانی از دنیا رفته تا به بالاترین درجات بهشتی برسد. پس روش حضرت زهرا تعیین ایمان را می کند. ملاک ایمان است. اگر بیعت کرده باشد ملاک ایمان است، اگر بیعت نکرده باشد ملاک ایمان است. این مطلب مربوط به اون سوالی که شما فرمودید. پس از اینجا نتیجه که میخواییم بگیریم که اگر ایشون به بالاترین درجه رسیدن و طبق این احادیثی که فرمودید به پیامبر اکرم ملحق شدن، باید با کسی بیعت کرده باشن. بله، کاملا درسته. حالا از کجا میگیم این را؟ از اون روایتی که باز جلسه گذشته مختصرا اشاره کردیم که من ما پیغمبر خدا فرمود جز احادیث معتبر متواتر بین الفریقین، البته به صورت تواتر معنوی، یعنی الفاظ مختلف ولی معنا یک معناست، که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. پس باید با کسی بیعت کرده باشه. احسن تو حاجا، میخواید یه میان برنامه ببینیم؟ بچه ها مادرتون رو زدن زمین هل هله کردن، بچه ها مادرتون رو جلو چشم علی زدن زمین، بچه ها باباتون با صده بود نگاه میکرد، دستشو بسته بودن،
بچه ها حسین داشت میلرزید، بچه ها زینب گیسه بالشو میگرد. آقا جاقا راجب اون حدیث زیبای معرفت امام زمان، من معتبرم یعرف امام زمانه، این مدارکش در کتب اهل سنت موجود هست در اون صحیحین یا نه؟ عرض کردم که این روایت به صورت روایت متواتر نقل شده و روایت متواتر یعنی که تعداد زیادی افراد نقل کرده اند به نحوی که دیگه جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای برای من که فاصله ای دارم با زمان پیغمبر نمیمونه که حتما این پیغمبر این جمله را فرموده اند. در بین هم شیعه هم سنی هم این تعبیر تواتر به کار رفته، لذا عده‌ای از آیون هستند از علما راجع به این روایت کتب مستقل نوشتن، تمام مدارک را جمع کردن، یه مدرک و دو مدرک نیست، ولی چون ما از اول قرارمون بر این شد که تا اونجایی که میتونیم نسبت به این دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم آدرس بدیم، چون وقت محدوده و به مهمترها باید برسیم، من همین روایت را از کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری میخونم. عرض کردم که این روایت به تعبیرهای مختلف با الفاظ مختلف نقل شده ولی با یک معنا. الان شما ببینید مثلا صحیح بخاری، خب میدونید صحیح بخاری کتاب حدیثی است، کتاب حدیثی بخش بخشه، هر بخشی رو میگن یک کتاب. مثلا یه بخش راجع به فتن هست میگن کتاب الفتن. الان اینجا صحیح بخاری کتاب الفتن، یعنی اون بخشی که مربوط به فتنه ها هست. باب و سترون بعدی امورن تنکرونها، یه باب باز کرده این آقای بخاری به این عنوان، باب اون چه که شما بعد از من میبینید، از جمله پیغمبر استفاده کرد که پیغمبر خطاب به اصحابشون فرمودن که شما بعد از من یه اموری براتون اتفاق میفته و انجام میدید که خودتون منکرش میشید روز قیامت، ما اینجور کردیم، چرا اینجوری کردیم. مثلا هر کس بمیرد و برگردن او بیعتی نباشد، یعنی چه؟ یعنی هر کسی در هر دوره ای بعد از پیغمبر، چون این روایت ها عموما همش مربوطه ناظر به بعد از پیغمبره، بعد از پیغمبر تو هر دوره یه کسی هست که مردم اون دوره باید با او بیعت کنند، هر کس بمیرد و بیعتی به گردنش نباشد مات میتتن جاهلیه. خوب جمله ایست، این جمله خوب دقت کنید، بحث ما این بود که آیا حضرت زهرا بیعت کرده با خلیفه اول یا نه. اگر رسیدیم به اینجا که حضرت زهرا تا زنده بود بیعت نکرد با خلیفه اول، اون وقت این سوال را ما حق داریم مطرح کنیم، از اهل سنت سوال میکنیم که از اون طرف پیغمبر فرموده تو سیده زنان بهشتی، از اون طرف بیعت نکرده با اون شخصی که باید با او بیعت کنه، این دوتا چجور با هم جمع میشه؟ اگر مرگ جاهلیت داشته که زن بهشتی محسوب نمیشه، اگر زن بهشتی است باید با کسی بیعت کرده باشد، اگر با ابوبکر بیعت نکرده پس حضرت زهرا با یک کسی غیر از ابوبکر بیعت کرده که او را به عالی ترین درجات بهشتی رسونده. خیلی نتیجه خوبی خواهد بود، دقت فرمودید. بنابراین اون چه که از صحیح بخاری نقل کردم، من مات و لیس فی عنقهی بیعتون مات میتتن جاهلیه، باید هر کسی یه بیعتی داشته باشد و الا مرگ او مرگ جاهلیه است. اون چه که در عرض میکنم که صحیح مسلم هست، اونم کتاب الاماره باب و وجوب و ملازمت جماعت المسلمین، یه بابی باز کرده که واجب است
هر کسی با جماعت مسلمین هماهنگی داشته باشد. البته از نظر جلدی و صفحه‌ای جلد 4 صفحه 517 البته خب جلدها و چاپها مختلفه، اون باب در آدرس دادن خیلی واضح‌تر و راحت‌تر. در اون تعبیر دارد من مات به غیر امامن ماتمیتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد مردن او مردن جاهلیت است. خوب دقت کنید ببینید وقتی این الفاظ مختلفه را آدم میذاره کنار هم، منظور از اون امام مشخص میشه. کسی که بمیرد و امامش را نشناسد، امام دوره خودش را نشناسد، مردن او مردن جاهلیت است. امام چیست؟ اون کسی است که باید با او بیعت کنه. کسی نگه خب ممکنه که حضرت زهرا با ابوبکر بیعت نکرده ولی خب او را به عنوان مثلا امام قبول داره. اگر بیعت نکرده پس او را امام نمیداند. اینا الفاظ هم را معنا میکنه دیگه، چون یک معناست به الفاظ مختلف نقل شده. من مات به غیر امامن ماتمیتدن جاهلیه، پس حضرت زهرا یه امامی داشته، یه کسی بوده که با او بیعت کرده. حالا البته اینا رو بعدن باید تو نتیجه گیری بهش برسیم. ببینید همین دو روایت کافیست برای ما، برای اینکه این مطلب رو از کتب اهل سنت ارائه داده باشیم. حالا بقیه مطالب انشالله در زمانی که فرصت باشه در خدمتون هستن. خیلی ممنون آقا، برای جلسه آینده مزاحمتون میشیم. خواهش می‌کنم. نام زهرا یک جهان معنا بود، نام زهرا احسن الاسما بود. تا جلسه آینده بدرود. Oh.